نیروهای عراقی میگویند مناطق مهمی را در جنوب موصل از کنترل داعش خارج کردند. همزمان نیروهای عراقی شهر هویجه در جنوب کرکوک را محاصره کردند. از سوی دیگر روزانه صدها خانواده غیر نظامی از مناطق تحت تصرف داعش در شمال عراق فرار میکنند. با گسترش عملیات نظامی علیه داعش، نگرانی از وضع غیر نظامیان بیشتر شده. همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، الان نیروهای عراقی در چه مناطقی پیشروی کردند؟ نیروهای عراقی از بامداد امروز عملیات گسترده‌ای رو در جنوب موصل شروع کردند و بعد از چند ساعت اعلام کردند که موفق شدند روستای امام غربی در جنوب موصل رو به طور کامل آزاد بکنند که نزدیکی شهر گیاره قرار داره. گیاره به لحاظ استراتژیک بسیار مهم هست و داعش مواضع زیادی رو اونجا مستقر کرده برای جلوگیری از پیشروی به طرف موصل. در گذشته دو بار نیروهای عراقی به این منطقه، به این روستا که 1000 خانواری حمله کردند و موفق نشده بودند. صبح امروز پس از آزادی کامل روستا، پیکارجویان داعش سعی کردند با خودروهای انتحاری یک ضد حمله انجام بدن که هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا تمامی خودروهای انتحاری داعش رو هدف قرار داد و منهدم کرد. در جریان این حملات هوایی نیروهای عراقی گفتند که دست کم 30 پیکارجوی داعش کشته شده و ده‌ها تن هم در جریان عملیات آزادسازی این منطقه در جنوب موصل کشته شدند. همچنین نیروهای عراقی شهر هویجه رو هم محاصره کردند. حلقه محاصره هویجه هر روز تنگتر میشه. یکی از مراکز اصلی داعش هست در جنوب کرکوک و نیروهای عراقی قصد دارند که قبل از عملیات آزادسازی موصل شهر هویجه رو آزاد بکنن. و اشاره کردم به فرار غیر نظامیان، علی، که هرچی این شدت عملیات بیشتر میشه و شمار کسانی که از این مناطق فرار میکنن افسوده میشه. دولت عراق چطور میتونه به وضعیت این آواره ها رسیدگی کنه؟ در واقع تصور کن هویجه تا قبل از تصرف توسط داعش در دو سال پیش 450,000 نفر جمعیت داشت. موصل بیش از 2,000,000 نفر، مرکز خلافت اسلامی کنونی، که حدود 1/3 غیر نظامیان این دو شهر فرار کردند. بقیه در شهر در واقع در مناطق تحت تصرف داعش هستند. داعش خودش به شدت برخورد میکنه با کسایی که بخوان از شهر خارج بشن، ولی در حال حاضر با افزایش عملیات نظامی و با افزایش در واقع حملات هوایی هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا، داعش دیگه اون کنترل تسلط سابق رو نداره و نمیتونه که جلوگیری بکنه از فرار شهروندان غیر نظامی. روزانه رقمی بین 500 تا 1,000 نفر تنها به مناطقی که تحت کنترل کردها هستند پناه میارن و فرار میکنن. این جدا از افرادی است که دستگیر میشن توسط داعش. ولی مسئله این هست که وضعیت اینها بد هست. اقلیم کردستان عراق توان رسیدگی به اونها رو نداره. دولت عراق میگه در این شرایط نمیتونه کاری انجام بده و کمک های سازمان ملل متحد هم در واقع ناکافی هست. ولی به نظر میرسه که وضعیت بسیار بد این افراد که به تازگی از مناطق تحت کنترل داعش فرار میکنن بهتر هست، در کمپ ها بهتر هست از اینکه در اونجا در تحت کنترل داعش باقی بمونن که هر لحظه ممکنه با مرگ دست و پنجه نرم کنن. و موضوع بسیار مهم دیگه این هست که تجربه عملیات آزادسازی شهرهای دیگر سنی نشین، یعنی مثلا فلوجه، تکریت و رمادی، نشون داده که غیر نظامیان هدف اصلی هستند، نه نیروهای دولتی و نه داعش. در فکر اونها نیستند و در جریان جنگ بیشترین آسیب به غیر نظامیان وارد میشه. برای همین در حال حاضر سازمان ملل متحد با همکاری مقامات محلی دارن کمپ‌هایی رو به سرعت ایجاد میکنن، چون انتظار میره که حدود 500,000 نفر در چند ماه آینده آواره بشن.